یکی از انسان‌های خاص در حال حاضر و در عصر ما کسی نیست جز رام بهادر بامجان، معروف بودای کوچک اهل نپال. او در سال 1384 زمانی که تنها 15 سال داشت در کل جهان تیتر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها شد. آن زمان ادعا شده بود که این نوجوان 6 ماه بدون خوردن آب و غذا زیر یک درخت انجیر هندی نشسته است و همین باعث شد مردم از کشورهای مختلف برای دیدن او به روستایی به نام راتاناپوری در کشور نپال بروند. آن زمان او معروف ترین انسان نپالی در سرتاسر جهان بود. او خیلی زود پیروان زیادی برای خودش به دست آورد و هنوز هم هزاران بلکه میلیون ها نفر از مردم نپال برای دیدن معجزه ها و شنیدن حرف های او به عمق جنگل های این کشور می روند. در بین پیروان او این قصه معروف وجود دارد که او در 10 سال گذشته تمام وقت خود را صرف فراگیری تمام علوم حاضر در جهان کرده است و همین هم سبب شده که عده بسیاری از مردم نپال باور کنند که او تنها انسان در جهان است که از آینده خبر دارد. ما در این ویدیو سرگذشتی که این مرتاض جوان نپالی برای سال 2022 در نظر دارد رو برای شما بیان می‌کنیم. او در مصاحبه‌ای که با یکی از خبرگزاری‌های محلی در مورد سال 2022 داشته، 5 پیشگویی رو بیان کرده. در ادامه از شما می‌خوام که اگه تا به الان عضو کانال من نبودید، با زدن دکمه قرمز سابسکرایب عضو کانال بشید تا جدیدترین ویدیوهای این کانال رو از دست ندید. در وهله اول باید به این نکته اشاره کنم که در سال 2022 جنگی معنوی و مخرب بر علیه انسان‌ها توسط کسانی که در سیارات و کهکشان‌های دیگر زندگی می‌کنند پدید می‌آید. این فرازمینی‌های بیگانه در صدد یافتن موقعیتی هستند که بتوانند بر علیه ما دست به حمله بزرگی بزنند و متأسفانه من باید به این نکته اشاره کنم که در حال حاضر بسیاری از سیاستمداران کشورهای قدرتمند از وجود چنین تهدیدی بزرگ علیه ما خبر دارند، ولی به دلیل اینکه منافع خود را در پنهانکاری در این زمینه می دانند دست به افشاگری در مورد این موضوع نمی زنند. برای مثال سازمان فضای آمریکا اخیراً به شدت در حال آماده شدن برای تماس با تمدن فرازمینی هاست. گام جدید این سازمان در این مسیر استخدام گروهی 24 نفری از مبلغان مذهبی از تمام ادیان است. نمایندگان فرقه های اصلی و مذاهب همکنون بیان کردند که وجود هوش فرازمینی کاملاً با عقاید مذهبی مطابقت دارد و کشف آن تأثیر چندانی بر خود ادیان نخواهد داشت. در همین رو من به تازگی با چند کشیش، خاخام و امام مسلمان در این زمینه صحبت کردم و از آنها شنیدم که آنها توافق کردند که با سازمان‌های بزرگ جهانی در مورد این کشف همکاری کنند و این به نظر من به معنی آن است که مذهب هم در این جنگ انسان‌ها و فرازمینی‌ها در جای درستی قرار نگرفته است و ما باید این را در نظر داشته باشیم که وجود فرازمینی‌ها و حمله احتمالی آنها به سیاره ما در نهایت باعث نابودی ما می‌شود و کار به آنجا نخواهد رسید که ما بتوانیم آنها را با مذاهب و فرقه‌های مذهبی در کره زمین آشنا کنیم. همچنین در این سال به نظر من موضوع دیگری که میتواند مهم باشد بحث ثبات انرژی در جهان است. ما در حال حاضر در دنیایی زندگی میکنیم که بعد از بیرون آمدن از رکود دوران پاندمی نیاز به تامین انرژی برای رسیدن به شکوفایی دوباره دارد و همین افزایش تقاضا در نهایت باعث میشود که قیمت انرژی در سرتاسر جهان در سال 2022 با افزایشی چشمگیر و باور نکردنی روبرو شود و در نهایت با افزایش قیمت‌های انرژی، قیمت اقلام مورد نیاز ما انسان‌ها هم در سرتاسر جهان افزایش می‌یابد، تا جایی که ما در سال 2022 می‌توانیم با تورمی افسارگسیخته در کل جهان و حتی کشورهای پیشرفته در زمینه اقتصادی مواجه شویم. این تورم گرانی در نهایت باعث به وجود آمدن شورش‌های گسترده در سطح جهان علیه دولت‌ها می‌شود. و از عواقب بعدی آن هم این است که لشکری بزرگ از گرسنگان و کسانی که به ثروت کافی برای زندگی حداقلی هم برخوردار نیستند به وجود می آید. بحران بعدی که می تواند صلح جهانی را در سال پیش رو از بین ببرد مسابقه تسلیحاتی است که در نقاط مختلف جهان در حال اتفاق افتادن است. همین الان نگاهی به منطقه تنش‌زای خاورمیانه کنید. فقط کافی است که در این سال ایران بتواند به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شود.
آن وقت است که بقیه کشورهای این منطقه از جمله عربستان، ترکیه، مصر و امارات هم در صدد دستیابی به این نوع سلاح‌ها برمی‌آیند و وضعیتی به شدت پیچیده در عرصه نظامی و سیاسی جهان به وجود می‌آید. و یا اینکه کافیه به مسابقه تسلیحاتی بین آمریکا و روسیه در مورد سلاح‌های اتمی دقت کنید. این دو کشور هر روز بر تعداد سلاح‌های اتمی و هیدروژنی و کشتار جمعی خود می‌افزایند. به نظر من در صورت وقوع جنگی فراگیر در سال 2022 بین ابرقدرت‌های نظامی در همان ساعت اول وقوع درگیری به دلیل احتمال استفاده کشورها از سلاح‌های نامتعارف چیزی حدود 80 الی 85 درصد از جمعیت جهان از بین خواهند رفت و این یک نکته را برای ما ثابت می‌کنه که جهان ما و این سلاح‌های کشتار جمعی در دستان عده‌ای دیوانه قرار دارند و این عده‌ای دیوانه می‌توانند تنها با فشردن دکمه‌ای حیات و کل تمدن بشری را در معرض انقراض قرار دهند. نکته بعدی بحث من در مورد سرنوشت انسان‌ها در سال 2022 مربوط به موضوعی است که ممکن است همه ما بدون آنکه از آن اطلاع داشته باشیم قربانی آن شویم. این موضوع مربوط به گسترش پروپاگاندا در سال پیش روست. اما چگونه میتوان این حقیقت را درک کرد؟ جواب دادن به این سوال بسیار آسان است. کافیست برای دقایقی به خیابان محل زندگی خود بروید و مشکلات و چالش‌های سخت زندگی مردمان عادی را لمس کنید. حالا به خانه خودتان برگردید و تلویزیون خود را روشن کنید و نگاهی به اخبار و برنامه‌های تولیدی آن بیندازید. با نگاه کردن به تلویزیون به عمق تفاوت بین این دو دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم روبرو می‌شوید. صاحبان قدرت در سرتاسر جهان با به دست گرفتن کنترل مدیا به راحتی ذهن من و شما را با هر نوع اطلاعاتی که بخواهند پر می‌کنند و در نتیجه بر اکثریت هر جامعه که می‌توانند علیه آنها باشند حکومت می‌کنند. تمام این خبرگزاری‌ها و شبکه‌ها توسط سازمان‌های اطلاعاتی و یا حتی نظامی در سرتاسر جهان مدیریت محتوا می‌شوند. یعنی اینکه آنها هستند که تصمیم می‌گیرند شما باید چه خبر و یا چه برنامه شاد و مفرحی را برای تعطیلات خود تماشا کنید و یا اینکه در زمانی که باید عصبانی باشید باید با چه نوع اخباری روبرو شوید و هدف هم در نهایت انحراف از آن عمومی یا اکثریت از واقعیتی است که در جهان ما اتفاق می‌افتد. این وضعیت ما را در شرایطی بسیار سخت قرار می‌دهد، زیرا برای به دست آوردن اطلاعات درست هم باید به دنبال منابع و محتوایی باشیم که توسط همین جریان غالب و قدرتمند از دسترس خارج و یا حتی فیلتر شده است. اما خوشبختانه من اعتقاد دارم که در سال میلادی جدید انقلابی فکری در بین کسانی که به دنبال حقیقت هستند به وجود خواهد آمد و سیر گسترش واقعیت در بین تمام انسان‌های آگاه گسترش پیدا می‌کند. Yeah.